و خبری از پاکستان پاکستان شاهد افزایش حملات شبه نظامیان سنی های تندرو می باشد و تا این حملات 108 نفر از جمله پرسنل امنیتی و غیر نظامیان در سراسر سر کشور کشته شدند بر اساس گزارش های دریافتی حداقل 582 نفر از جمله پرسنل امنیتی و غیر نظامیان در 557 حمله مشکوک ستیز جویان تندروی سنی طی هفت ماه گذشته از ماه ژانویه تا کنون کشته و 610 نفر زخمی شدند. حملات مشکوک ستیز جویان در استان خیبر پختونخوا در شمال غربی پاکستان هم مرز با افغانستان در ماه جولای نیز افزایش یافته و این استان شاهد 36 حمله ستیز جویان بوده که منجر به کشته شدن 60 نفر و زخمی شدن 27 نفر شد. استان بلوچستان در جنوب غربی نیز شاهد دوازده حمله ستیز جویان بود که منجر به دوازده کشته و بیست و چهار زخمی شد استان سند هم با پنج حمله روبرو شد که منجر به کشته شدن شش و دو زخمی شد نیروهای امنیتی کشور همچنین شش فرمانده کلیدی تحریک طالبان پاکستان را کشتند ارتش پاکستان همچنین پس از حملات اخیر به نیروها در مناطق وزیرستان، خیبر و کروم عملیات های پیشگیرانه خود را در خیبر پختونخوا و بلوچستان تشدید کرد. در ده عملیات که توسط ارتش در خیبر پختونخوا و بلوچستان در ماه جولای انجام شد حداقل 29 نفر تروریست مزنون و کشته شدند و 17 سرباز از سرباز از جمله یک افسر نیز جان خود را از دست دادند اسلام آباد شبه نظامیان تحریک طالبان پاکستان مستقر در افغانستان را به انجام حملات تروریستی در داخل پاکستان متهم می کنند در حالی که کابل این اتهام را رد می کند.